محسرین عزیز، السلام علیکم. لکچر 47 است. در لکچر 47 ما میخواییم که مقعریت، محدبیت و نقطه انعطاف تاویره به شما معرفی کنم. مقعریت، محدبیت و نقاط انعطاف فی تابی، این رجیبه ای ما میخواییم که اینا را براتون معرفی کنم. ببینید، ما یک تابی را چه وقت مقعر میگیم و چه وقت محدب میگیم. اگر ما مقعر بودن را تعریف کنم، مقعر، مقعریت تابی ای چی است؟ ما باید بگویم که اگر یک تابه در تمام نقاط یک تابه که مماس رسم شوه، فرض میکنیم که یک مماس رسم شوه در هر قسمتش، اگر این میمنحنی بالای مماس دلتا قرار داشت، در صورت ای تابه را مقعر میگیم. و محدب چه وقت میگیم؟ محدبیت تابه. اگر در تمام نقاطی از این که ما مماس رسم بکنیم، در هر نقطه کیفیش، اگر اینمی تابع ما، گراف تابع ما، که اینی گراف تابع است و اینی گراف تابع است، اینی اف اکس است، اینمی گراف تابع ما اگر تحت مستقیم دلتا یا مماس قرار داشت، اینه میگیم که محدب است. پس به اینو که از طرف بالا محدب است و یه از طرف بالا مقعر است. این تعریف مقعر بودن و محدب بودن است. و عالمی میگیم که چه وقت در یک انترول تابع مقعر است؟ ما میگیم که تابع یک، تابع وای مساوی به اف اکس در انترول، در انترول ای بی مقعر است اگر اف دو زبر اکس مثبت باشد. اگر این چیز باشد، اگر مشتق تابع در انتروال ای بی مثبت بود، خب تابع در اینجا چی است؟ مقعر است. دوم، باز اگر در انتروال ای بی مشتق دوم تابع منفی بود، با دهی صورت تابع وای مساوی به اف اکس چه هست؟ محدب است. دهی صورت محدب است. سوم، اگر مشتق دوم در نقطه اکس صفر مساوی صفر باشد، اکس صفر عبارت از نقطه انعطاف است. این نقطه انعطاف است. پس به این معنا که اینو به این معنا که در مجموع عرصه اگر ما در گراف توضیح بدم، فرض میکنیم که ما محور اکس و وای داشته باشیم و فرض میکنیم که گراف ما این شکل داشته باشه. خب ببینید، نگاه کنین، این اینجا باشه x0، این اینجا باشه x1، این اینجا باشه x2، این اینجا باشه x3، این اینجا باشه x4 و این اینجا باشه x5. فرض میکنید، ببینید، ما میبینیم که در کدام انتروال، یعنی دیده میشه که در این، از این اینجا، از این اینجا تا به این اینجا، تابع چی است؟ تابع محدب است، به خاطر که زیر مماس قرار داره. و از اینی x2 تا به x5 تابع چی است؟ مقعر است. یعنی محدب بودنش، سعی کنین، محدب در کجاست؟ محدب در کدام انتروال است؟ در انتروال x0 تا و x2، اینجا محدب است.
حتما ده اینجا مشتق دوم تابع منفی است. مشتق دوم x دینمی انترول چی است؟ کوچک از صفر است. اما ده کجا ایخو محدب است؟ مقر ده کجاست؟ مقر ببینید مقر از x2 تا به x5 مقر چقدر است؟ از x2 تا به x5 این مقر است. مشتق دوم در اینجا مثبت است. مشتق دوم x در ایرمی انترول مثبت است. بنابراین دینی نقطه مشتق دوم دینی نقطه که عبارت است از این اف دو زبر اکس چند اکس دو اف دو زبر اکس دو مساوی صفر است. اینی نقطه رو به نام نقطه انعطاف یاد میکنن. نقطه انعطاف یعنی تبدیل کننده محدب به مقعر یا مقعر به محدب. در قد گراف انعطاف کرده ده اینی نقطه. اینو به نام نقطه انعطاف یاد میکنن. و ما یک مثال در این رابطه کار میکنم که موضوع یک مثال کار میکنم که خوب موضوع واضح فهمیده شود. ببینید مثال مثال فرض میکنم یک تابع را نشته میکنم y مساوی x با تان 3 منفی 3 x مربع. اینی را میخوایم که چند چیز چه چیزها را در این پیدا کنم. در این پیدا میکنم مثلا اینجا نشته میکنم که چه چیزها در اینجا باید پیدا شود. یکی متزاید بودن و متناقص بودن، نه انتروال های تزاید و تناقص واضح اگر نشته کنم، یعنی انتر وال های تزاید و تناقص کی پیدا میکنم. دیگه اکستریموم پیدا میکنم. اکستریموم دیگه بعد از اکستریموم انتروال های محدبیت و مقعریت پیدا میکنم و دیگه نقاط انعطاف پیدا میکنم. نقاط انعطاف اینا رو کلشان رو میخوایم پیدا کنم. چگونه پیدا میکنم؟ یک جز، دو جز، سه جز، چهار جز ما میخوایم حل کنم. از با استفاده از مشتق اول اینی قسمت دریافت میشه. ما باید مشتق اول بگیرم. وای زبر مساوی با 3x مربع منفی 6x این رو باید مساوی صفر قرار بتون. وای زبر مساوی صفر یعنی 3x مربع منفی 6 x مساوی صفر. جذرهای دیگه باید پیدا کنم. جذرها را x که مشترک بگیرم چی میشه؟ از اینجا چی میشه که x مشترک بگیرم؟ میشه 3x منفی 6 مساوی صفر. جذرهایش یکش مساوی صفر، دیگهش هم x دو مساوی میشه و بچن دو. وقتی که شش او طرف ببریم تقسیم سه شوه، این مساوی به صفر، شش او طرف برو تقسیم سه شوه، چند میشه؟ دو میشه، مثبت دو. اینی دو قیمت پیدا میشه. پس ما باید محور برش رسم کنم. برای نمی وای زبر، این محور برای چی است؟ برای وای زبر است. محور وای زبر است. اگه یه صفر باشه و اینی جا دو باشه، فرض میکنیم میوار به سه سه تقسیم میشه. علامه وای زبر ما در اینجا میخوایم پیدا کنم. علامه وای زبر که پیدا کنم، وای زبر خود اینجاست. ببینید اینی وای زبر است، اینی وای زبر است. یک قیمت ها که اینجا بگیرم منفی یک در اینجا بانم. منفی یک مربع مثبت یک، کلش مثبت میشه، اینجا مثبت میشه. اگر یک از این انتروال یک قیمت بگیرم، یک بگیرم، یک در اینجا بگذارم، ببینید یک که بگذارم منفی میشه. و اگر یک قیمت 4 و 5 و 6 از اینجا بگیرم اینجا بگذارم، طبیعی است که این مثبت میشه، مشتق مثبت میشه. مشتق به اینجا دینی انتروال من مثبت، دینی از 0 تا 2 منفی، همین مشتق از 2 تا لایتنایی مثبت. پس اینجا شد متزاید، اینجا شد متناقص،
اینی جا شد متزاید احمی شدن. ما یافتم نقطه مکسیموم، اینی مکسیموم است. مکسیموم، مکسیموم چی یافتم؟ مکسیموم ما چی است؟ اکسی صفر است. بیا که وایشان پیدا کنیم، وای صفر که اینجا بانم ایام صفر. مینیموم هم یافتم، مینیموم ما چی است؟ اکسیش دو است. دو به تاون سه هشت، دو به تاون دو چار، چار سه دوازده، منفی دوازده، از هشت، از منفی دوازده که هشت کم شد منفی چار، انترست منفی چار، این مینیموم است. ما آل یافتم انترول های تزاید، این انترول های تزاید است. انترول های تزاید از کجا تا کجا متزاید است؟ ببینین از کجا تا کجا، از منفی لایتناهی تا به صفر، و دیگه از دو تا به مثبت لایتناهی، از دو تا مثبت لایتناهی، در این اینجا متزاید است، اینجا متزاید است، این متزایدش است. در کجا متناقص است؟ متناقصش اینه، از صفر تا به دو، اینجا متناقص است، اینجا متناقص است، اینجا متناقص است، هم متزاید هم متناقص. پس در این حالت خوب نگاه کنید، حالا ما میخواییم که بفهمم که تابه در کجا محدب است، در کجا مقر است. برای از این که من محدب بودن و مقر بودن از این پیدا کنم، باید مشتق دوم بگیرم. برای متزاید و متناقص و نقاط اکستریموم مشتق اول کمک میکنه. برای محدب بودن و مقر بودن و نقطه انعطاف و نقاط انعطاف مشتق دوم کمک میکنه. خیلی بناهن ما یک جایی را باید پاک کنم و پیدا کنم که این بالا را پاک میکنم. تابه معلوم است که تابه ما چی بود؟ تابه مشخص است. تابه را ما باید اینجا نشته کنم که تابه ما وای مسایی و هکس و تانسی منفی دو هکس مربع بود، منفی سه هکس مربع، سه هکس مربع از مشتق شما. خب مشتق اول پیدا کردم، باز تکرار وای زبر مسایی بود به 3x مربع منفی 6x. مشتق دومه که پیدا کنم دو سه 6x منفی 6 میشه، مشتق دومه مسایی صفر دفعه قرار میدم. در این صورت میشه که 6x منفی 6 مسایی صفر، ایره که حل کنم از اینجا میشه x مسایی میشه به 1. برای از این میوه را رسم میکنم، ببینید میوه را برای وای دو زبر، پیشتر برای وای زبر بود، حالا برای وای دو زبر، این اینجا یک است، این یک جذر داره، دوی سمیشه علامه وای دو زبر را تعیین میکنم. اگر یک قیمت از اینجا در وای دو زبر بونیم، مثلا صفر بونیم، وقتی که صفر بونیم این منفی میشه، اگر یک قیمت از اینجا بونیم این مثبت میشه. پس گفته بودیم مشتق دوم زمانی که منفی باشه، ای در حقیقت گراف ما چی است؟ محدب است. این شکل داره، این از کجا؟ از منفی لایتناهی تا و یک این محدب است، از یک تا مثبت لایتناهی این مقر است، این مقر است، این درست، و خود یک نقطه انعطاف است. آل ببینید نقطه انعطاف هم یافتم که کدام نقطه است؟ این نقطه نقطه انعطاف است که این نقطه اکسش یک است، ببینین اکسش یک است و وایش که در اینجا بانم یک بانم، اینجا هم یک بانم، منفی دو میشه. این نقطه نقطه انعطاف است، انعطاف، این نقطه نقطه انعطاف است. حالا اگر ما بیایم از روی ازی گراف رسم کنم که چیگونه میتونیم گراف رسم کنیم، ببینین بسیار ساده، این نقطه مکسیموم است، این اینجا مکسیموم است، یعنی صفر و صفر است، این مکسیموم است. مکسیموم یعنی گراف اینی رقم رسم میشه که مکسیموم است. مینیمومش دو منفی چهار است، اگه اینجا یک باشه این اینجا یک باشه، این اینجا دو باشه و این اینجا منفی چهار باشه، فرض میکنیم یک دو سه رو فرض میکنیم که منفی چهار باشه، فرض میکنیم این اینجا مینیموم، یعنی که گراف این رقمی است، من این اینجا مینیموم است. ببینید دو منفی چهار اینجا است، این دو منفی چهار است،
دو و منفی چهار اینی نقطه است، اینی نقطه. گراف هم اینی رقم، پس اینی رقم حالت داره. خب این طرف ببینین، این یک موضوع. موضوع دیگر، موضوع دیگر متزاید بودن ببینین. کجا از متزاید بودن بیشتر پیدا کردم؟ از منفی لایتنایی تا صفر، از منفی لایتنایی تا صفر متزاید است. بله است، میبینید متزاید است. گراف به این شکل است، از منفی لایتنایی تا صفر متزاید است، اما به حالت پرواز است. از دو تا لایتنایی هم متزاید است، یعنی از دو تا لایتنایی هم متزاید است. اگر بگویم که در کجا قطع میکنه، خود نقطه تقاطع رو میتونیم پیدا کنیم. است یعنی میده که مساوی صفر قرار بدیم، این نقطه پیدا میشه. اینه که مساوی صفر قرار بدیم، نقطه چی میشه؟ پیدا میشه. این اینجا خیلی مساوی صفر قرار میکنم، یعنی x به توان دور مشترک میگیرم، باز مساوی صفر قرار میتونم، میشه x منفی 3 مساوی صفر، xش مساوی صفر، xش مساوی به 3. خیلی اینجا 3 است، اینجا سی است، از اینجا عبور میکنه. و از دو ببینید، از دو تا و لایتناهی این متزاید است، زیاد شده رفته. حالا بیاین میبینیم این گراف ها، این گراف ها میبینیم که دیگه چه خصوصیت داره. در کجا ببینید، در کجا معدب است؟ از منفی لایتناهی تا به یک، اینجا یک است، اینجا یک است، یعنی که اینی نقطه اینجا است که عبارت است اکسش یک هست و وایش هم منفی دو. واضح است که اینجا منفی دو است، اینه منفی دو، اینی نقطه. نگاه کنید، گراف محدب است، گراف محدب است، از کجا؟ از منفی لایتنایی تا به یک، تا به یک. اما گراف ببینین مقر است، چقر است، چقر است، از کجا تا به کجا چقر است؟ از یک، این از اینی نقطه تا به مثبت لایتنایی چقدر است. شما میبینید که از یک تا به مثبت لایتنایی مقر است. و بسیار به سادگی این گراف، گراف تابعه اینمی گراف، گراف تابع وای مساوی x به توان 3 منفی 3x مربع است که من رسم کردم. بسیار با وضاحت شما میتونید که مقریت مادبه دریافت کنید. لطفا لکچر 48 تقلیب کنید.